هرگزم از کسی که سیاه نمایی کرده عذرخواهی نخواهم کرد و محکم هم راستش خواهم از مردم عذرخواهی کنید. من از مردم هم دلیلی مگه من گفتم مردم سیاه نمایی شما مگه من گفتم مردم سیاه نمایی کردم؟ آقای دکتر شما وسط حرف من اومد. این شما فرمودید در صحبتتون که در یک پیرمرد در بلوچستان بله. همون روز آقای دکتر کردی در همون روز به من گزارش دادن که امروز فقط یک مرگ داشتیم. اگر در اون روزی که من اعلام کردم بیش از یک مرگ بود، من صبح آقای دکتر کردی رو برمیدارم از کار. آقای دکتر اگر شما اثبات کردید، من الان اثبات، اگر هم اثبات نکردید اون وقت دیگه بنده و از جناب عالی بعد مسئله رو جور دیگه حل کنید. اجازه بفرمایید، اجازه بدید، اجازه بدید. آقای دکتر همون روز که جناب عالی فرمودید ما ستا داریم. آقای استاندار اینا رو شما بگید چرا ملاحظه میکنید؟ همون روز اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، آشکار بگم. خب شما اجازه نمیدید. هم من حرمت مهمونداری تون رو نگه میدارم آقای دکتر، شما هم به هر حال این حرمت داشته باشید. همون روز آقای دکتر هاشمی تشریف دارن، آمار فوتی های استان 32 نفر بود. نه بلوچستان رای دکتر بنده دانشگاه بخش ایران شهر همه 32 نفر که زابل زایدان که نبودن که. آقای دکتر عزیز به قربونت، من اون روزی که اعلام کردم آمار به روز ما آقای دکتر گویا اینجاست. ما همه آمار رو به روز دریافت میکنیم. دانشگاه بلوچستان آقای کردی به من گزارش روز به روز که میده. اون روز گزارش من مرگ یک پیر مرد 87 ساله ای بود که روز بعدش 4 تا بود، روز قبلش 2 تا بود. اون روزی که من اعلام کردم دقیقاً مبتنی بر آماری بود که از دانشگاه هم گرفتم. اگر دانشگاه به من دروغ گفته، همین الان تیم من آقای دکتر سوری اینجا به عنوان نماینده تامل اختیار وزیر حضور داره. اگر اون روزی که آقای مالکی عزیز میفرمایند حرف دانشگاه با حرفی که به من زده دوتا بود، صبح رئیس دانشگاه باید عوض بشه. آقای دکتر شما 32 آمار 32 نفر فوتی همون روز قبول دارید یا نه؟ آمار رسمی بنده هر آماری رو که دانشگاه بر مبنای پی سی آر مثبت داره و دکتر گویا که الان حضور دارم به عنوان مدیر کل مبارزه با بیماری های مملکت به عنوان کارشناس 33 ساله 4 ساله تایید فرمودن، من قبول دارم. غیر از این هیچی رو تا زمانی که اثبات نشه قبول ندارم. ببخشید ببینید آقای دکتر، اون نکته که جناب والی فرمودید ما آنت فلان، بنده 40 سال کار سیاسی امنیتی کردم، بهتر از شما میدونم. الانم در کمیسیون 40 سال کار اجرایی در زمینه بهداشت کردم. آقای مالکی من 30 سال پیش من در این استان داشتم مالاریا جمع میکردم. من 30 سال پیش در اینجا داشتم مالاریا و التور جمع میکردم. جناب آقای مالکی آقای منم از پشت کوه نیامدم. بدانید آقای دکتر نمکی یک صلوات مرحمت کنیم. ببینید آقای اجازه بفرمایید. آقای دکتر نمکی ما هم از پشت کوه نیومدیم. موقعی که بنده تو مملکت معاون رئیس جمهور بودم، معاون قوه قضاییه بودم، سفیر بودم، فلان بودم، جناب عالی کجا تشریف داشتید؟ بنده هم 30 سال پیش معاون وزیر بودم، 8 سال پیش رئیس دانشگاه بودم. اینا آقای اینا ساکت باش آقای چه، ساکت باش شما بشین آقای پاسی. اجازه بدید شما تا از مردم استان عذرخواهی نکنید. استان به دلیل هر قصوری همیشه عذرخواهی کردم، اما از حرف بی ربط کسی اگر برای نظام و برای پایمال کردن خون شهدای سلامت و برای زحمات اینا بوده هرگز نمیبخشم. آقای دکتر با الفاظ بازی نکنید. ما اینجا حرمت خون شهدا، عزیزان، همه فرماندهانمون که اینجا نشستن، همه بچهای انقلاب، همه آقایون، ما مباحثم اینجا نکشونید. من عرض میکنم خیلی محترمانه، حرمت مهمونداری، عرض میکنم این حرفایی که شما زدید آقای استاندار بگید روز بعد، اجازه بدید روز بعدش معاون وزیر کشور اومده بود اینجا به اتفاق آقای استاندار، آقای دکتر هاشمی معاونینش هم بودن، رفتیم همه جا رو بازرسی کردیم. همین 320 تخت خوابی که جناب عالی میفرمایید رفتیم از آقایون پرسیدن آقایون شما چند تختشون آماده است؟ یکی از دوستان گفتن 100 تخت، یکی از دوستان فرمودن 30 تخت. سوال شد که آیا آماده هست 30 تخت که ما بیمار بذاریم؟
بعد گفتن نه چون پزشک نداریم. آقای دکتر من 6 ماه جلوتر خدمت شما عرض کردم راجب دانشگاه علوم پزشکی تجهیزات امکانات برخی اینها فرسوده است، برای ما خیلی بده، بارها عرض کردم شما هم پذیرفتید که آقا فلان استان ما اغلب بیمارانمون به یزد و مشهد و جای دیگه میرن، این استان با این ظرفیت 3 دانشگاه. من چند روز جلوتر، هفته جلوتر مازندران بازدید داشتم، یه بازدید سیاسی چیزی ماموریت خاصی، اونجا شهر آقای جان بابایی که نمیدونم اینجا تشریف دارن چون من شناختی ندارم، شهر آقای جان بابایی رو دوستان مازندرانیمون گفتن امکاناتی که در اونجا هست 2 برابر استان سیستان بلوچستانه. آقای دکتر اجازه بدید ما بحث کار شما باید نتیجه بگیره از این کار، من از این بابت عرض میکنم. و بعدش هم که ببینید، حالا من وارد اون فضا نمیشم، فرمایشات اون مطالبی که شما فرمودید هم ماهیت حقوقی دارد هم ماهیت قضایی دارد و ثابت هم قطعا خواهد شد که این بحث میذاریم برای انشالله جلسات بعد. بندرم از این حرفا نترسونید آقای زاده، من نمیترسونم، ما رو مینیم، ما اومدیم روی مین، منو از این چیزا نترسون، اشکال نداره، نه از پیگیری قضایی، من روزی که روی این مین آمدم برای تیکه تیکه شدن آمدم. ما هم آقای دکتر ما هم اجازه نمیدیم هر کس و ناکس به مردم استانمون توهین بکنه به هیچ عنوان. شما چرا سیانمان میکنی به مردم؟ به جای این کار باید عذرخواهی کنی از مردم. اجازه رو ما به شما نمیدیم، شما که عددی نیستی که با اینجا ما برخواسته باشیم کار بکنیم.